در خونه باز بود؟ در خونه؟ آره. این آره باز بود. دلتون چروک نباشه سوار. چطور علی کن؟ به بازیت آیف نون بگیر الان میاد. خب باش میگفتیم من میگرفتم سر. اوه مگه شما تاکسی مون؟ با یه دونه نونه دیگه میگرفت. بابا خیلی هوا گرم شده. سوارو پژمرده ای؟ من سرم درد میکنم. آخه مامانم صدا. دلت پژمرده نباشه. خبر؟ هیچی شما چه خبر؟ من هیچی دارم به صابخونه اون پیام میدم. کی میخوام اسم از کجی کنی؟ از کجی سبا قسمت یک دو سه چهار؟ اسم کشی دوم قسمت ماه دیگه اجاره برای 6 ماه تمدید کنم. فعلا جنرم تو خیابونی. ای خدا نکنه. حالا همینجا نمیشه بمونید فعلا؟ چقدر دارم ازش میپرسم پرداخت کنم. خیلی گرم شده. دوستان خونه داره تو سزار، اگه بگم اونقدر بده میرم خب یه خواب میگیرم تو سزار. اصلا اینجا رو خوشم میگه سزار بهتر. سزار عشق منه. همه تو کامنت ها. آره بابا این سزار خونه نه بابا استخت داره، باشگاه داره، لوکا نزدیکه. همه خودتون که خونه داره اینجا هم درست نشده. آره درست دیدتون درست بشه بابا. آره بابا علی بابا علی رفت نون بگیره به من سپر سبا اومد ولاگو روشن کن. علی کسام من این نازا تو فیلم ها دیدین چجوری اکسس نگذاشته برو تا نهل ویدیو. ما هر موقع از سبا جون ویدیو میزنیم سبا جون دهنتون سرویس. این چه اکسی بود دیگه؟ من شوخی میگم اشکالا میدونم بچه ها چرا بابا علی گونده بود؟ بچه ها این غذا این سبزی شمالیه بهش شما میگن چی؟ شکمپور ولی محله باش میگن دل بدود مثل چیزه فسنجونه. آره نبایی دارم خوشی خدا سبزی از شمال رو چی میخورن؟ با برنج با مرغ. آها اینو میزیزین رو مرغ با برنج بیر مرغ داره توش. آها توش مرغ داره. خیلی این سبزیش از شماله. خیلی خوشمزه است. سبزی متحر متحر سبزیش فقط شمال در میاد. سبزی فقط شمال ایران. یه سبزی خواسته فقط سبزو بریز توشو خیلی فرزن تندار بکنه. حالا خواسته باشه میذاره ادویه اگه زیاد داره یه ذره آب اگه بریزین توش خیلی خوبه. ادویه عالی است. ادویه خواسته سبزی آخه سبزی تا ادویه نیست. نه ادویهش عالیه. اصلا ادویه نداره سبزیه. سبزی شماله. سبزی شماله. فقط تو شمال در میاد. مثلا بعضی از سبزی توی کرج تهران بکنین در نمیاد. بعضا یه موقع درست میکنن بعد آب مثلا دیگه توش هم پر مرغ توش مقادای ترش میزنن بعد این مرغ درست میکنن بعد دیگه آب در اصلا درست میکنن چون ما اصلش مرغشه چون مرغ درسته میخواد مرغشو خالی بکنی توش شکم پر بکنی بذاری خوشمزه بود؟ خیلی شما دست خودت مثل خودم بده خودم مامانشو نرفتم به من رفتم بفهم با یه چنگال اینو در میاری؟ خب شما نهار دعوت شما نهار نیومد. آره نهار دعوت کردین تواجو به کلاس من نمیخوره به خونه شما نهار. چه خبرت نگو. گفتم من قرار دارم. خوش اومد. آره. فقط منو میارن اینجا من خوشخور شدم. اونطر میگه چقدر لاغر بودی سواجو؟ سال 90 و سال 1401 یا 1400 من و امیر رفتیم با هم بیرون. نه 1400 نمیدونم یا 1400 من و امیر رفتیم بیرون با هم شاهرود بودیم خونه مادر پدر امیر رفتیم با هم بیرون داشتیم راه میرفتیم خیلی عادی منم کتونی پام بود پام رو زمین صاف پیچ خورد و زنگ زدیم از اورژانس اومدن من رو جمع کردن از وسط خیابون با کاردک برد واقعا؟ آره بعد ما رفتیم بیمارستان هیچی دیگه نگاه کرده معاینه کرده یه چند ساعت هم اونجا بودیم برادر شوهر منم تو اورژانس شاهرود کار میکنه یه چند ساعت هم اونجا بودیم و نگاه کرده گفت چیزی نیست یه ذره چیز خورده آتل میبندیم یه ترک خورده آتل میبندیم چیز میشه خوب میشه هیچ گفت بریم خونه ما رفتیم خونه یه دو روز گذاشت گفتم امی من باید برم حموم نمیتونم کلافه شدم و اینا امی گفت باشه پامو کیسه پیچی کرد گفت آره برو همون رفتم همون اومدم خیس شده بود گفت من چکشم میشه اینو باز کن خشک شه بعد دوباره برام گچ نه آتل بود با باند و یه چیزی اینجوری بود گفت باشه با
باز کرد پای من، انقدر کپ بود، پام شکسته بود. نه من آواز میکردم. نه خنگول اشتباه تشخیص داده بودن. پام شکسته بود، گفت هیچی نیست، یا آتل میبرد. برگشت میبستم. برگشت میبستم، من اصلا نبرم، من 3 روز رو پای شکسته داشتم را میرفتم. در وقت دردتون نمیگره؟ چرا؟ امین گفت هیچی نیست خوب بشی. خودت نقصد پاتنو دیدی؟ چرا؟ آخه من هم امیر هم همشون کادر درمان هم خواهر شوهرم اومد گفت این پای شکسته، همون موقع من رو با پدر شوهرم سوار ماشین کرد و امیر خواب بود. امیر خواب بود، گرفت خوابی خواهرش من رو برداشت برد دکتر دیگه وایستاد بود. دکتر گفت خانم این شکسته، تاندوناش هم پاره شده، پا داغونه. تو ترسی بود اینجا؟ من؟ نه میخندیدم. سه تا گفت گچ میگیرم، 3 ماه باید تو گچ بمون. 3 ماه بود تو گچ مون؟ 2 ماه تو گچ بود دیگه. آه. حالم بد شده بود، گفت امیر در 2 ماه خب تو گچ بود، من نمیتونستم راه برم دیگه، همینجوری پامو میکشتم، حالا من واسه کرونا گرفتم، 1000 تا درد بر اومد. 2 ماه آزبون آسونه، ولی 2 ماه گوش بده. سر 2 ماه پا رو باز کردیم، پام چون تاندوناش پاره شده بود و تنبل شده و پام کوتاه شده بود، نمیتونستم راه برم. حدود 1 ماه و نیم هم نمیتونستم راه برم، شل میزدم تا دوباره پام خودشو چیز کرد. چی شد اینجوری شده گفتیم؟ سریع داشتم راه میرفتم، تپ پام پیچ خورد افتادم. تو پاشه بالا پوشیدی؟ پاشه بالا پام نبود، کتونی شد. چشش زدن، چشش زدن. آره نه ایرانی ها ببینید چشش زدن. نه توفم خواهد چشش زدن. نه خب اتفاق دیگه میافته. یکی از بزرگترین اتفاقای زندگی من خیلی عجیبه. 2 ماه ها. مثلا کسی دو ماه پاشو کرد 20 روزه چه، ولی 2 ماه داشت. 2 ماه گفت، 3 ماه تازه سر 2 ماه من دیگه گریه میکردم. 2 ماه بعد به امیر گفتم امیر من چون کثیف شده و بدم میاد، هر چه آدم مراقبت کنی باز کثیف میشه. گفتم امیر تو رو خدا اینو باز کن بریم چند روز دیگه دوباره گچ بگیم، این کثیف شده من داره چندشم میشه. من باز کردم به هوا اینکه بریم گچ بگیم، دوباره رفتیم یه دکتر دیگه. هنوز که هنوز بعد 2-3 سال گذشته هنوز با من درد میکنه. اصلا خوش نیست. نه کجا رو نه کجا رو خیابون صاف کش. آره توفم چی میخواید پاتو مثلا میخوارید چی کار میکردی؟ با تو نمیخوارید؟ نه بهش فکر نمیکردم، میخوارید رو مکنم. بابا من کرونا داشتم داغ بود. ما یک کار اداری داشتیم، حتما با هم رفتیم شمال. بعد خالم نه شمال ویلا داره، خالم و عمو، من خالم و عمو با هم زن شوهرم، خالم و عمو شمال بودن. جاله چی باحال. خالم زن عموم هم هست، عمو شوهر خالم هم هست. خالتونو باید ویل کنم، مثلا فکر کنم مثلا خاله ما مثلا با برده نداشته بابا مرزه باش کن. اوه چه خوبه. بعد چیز نگاه عاشق نگاه اول بود یا نه؟ نه اما عاشق خالم میشه، خالم محلش نمیده دیگه، انقدر میره میاد دیگه میگیرتش دیگه. خدا اما عمو دیگه کدو شربا شما رو دیده بود، اون داییتون بود کدو؟ عروض گریه کرد، گریه میکرد، عمو بود خوشتی اونم همون بود. آره عمو خوشتی پیه، همه عمو هم شوهر خالم. تو چی کار داری با تیپ مردم؟ میخوای عکسمون رو هم بدم بزنیم رو بلا؟ نه ولی دیدم. آره خوشتی خوب بعد تو نهی در خانواده شما رو بعد ببینم عکس بفرستیم بدن کار به ویدیو. خب بعد همه اینجا میاد هیچی. ما یه کار اداری داشتیم همون شمال، خالم نام شمال بودن، ما بلند شدیم رفتیم شمال که اون کار اداریمون رو انجام بدیم، نشون به اون نشون که اونا اونجا کرونا گرفته بودن، ما هم رفتیم خونه اونا، ما هم کرونا گرفتیم. خالم و عموم حالشون خیلی بد شد، من با پای شکسته تازه از اونها مراقبت میکردم، من غذا درست میکردم، امیر کار خونه رو میکرد. با پای شکسته غذا 20 روز آره تو شهر میزنی غذا درست میکرد؟ با گچ وایساده بودم غذا درست میکردم. آره دیگه 20 روز مجبور شد اونجا بمونم. عکس از دوران چه عکسی بگیره؟ مثلا خوش گذشت؟ نه رو کشتون یادگاری هم مینوشتی؟ نه اصلا جای یادگاری نداشت، آبی بود، خیلی تیره بود رنگش. هم از گچ بدم میاد، خدا واسه هیچ کس نیاره. من بس سنگین نمیکنه رو پاتون اصلا یه چیز خیلی بدیه. باز خدا باز واسه هیچ کس نیاره، دست خیلی راحت تره. واقعا نه
عرفان ببین دست تو اینجوری میذاری نمیدونم چیز میکنه، این نمیتونی نه را بری، نمیتونی بری دستشوی، نمیتونی بری هم، نمیتونی بری بیرون. من سر اون یه های چخ شدم، اگر من لاغر مردنی بودم من انجام داده خوب یکم از این خانوادتون یا مثلا نزدیکاتون یا خودتون یا خواهرتون یا مادرتون لاغری اما لاغر هر چی لیسان لیپوماتیک مثلا یا کی؟ همه تو شما لیپوماتیک انجام داری پس روی ویدیو میدیم همه لیپوماتیک هزم خوب بگم تا با جزئیات بگم یه تایمی ما کارمون زیبایی بود دیگه ما بیکار که میشدیم همه بلای سر خودمون میابود من اشتباه کردم چون من 60 کیلو بودم فقط علکی ولی نه واقعا اینجوری تاثیر داشت تبا جون؟ ببین آره خب موزعی مثلا خب خیلی اصلا لاغرن یوهای فقط یه ذره شکم دارن یه ذره پهلو دارن موزعی لاغر میکنه ولی اینکه یه نفر بالا تا پایین لاغر همون میکنه. لحظه لاغر میکنه نه موزعی لاغر میکنه دیگه هیچ وقت هم بر نمیگرده اون ناحیه چاق میشی مثلا اگه تو پشت کمرت لیپوماتیک من خودم پشت کمرم لیپوماتیک کردم علکی لاغر مردنی بودم سرت وزارتون سر رفته بود گفتیم بیا دستگاه رو بردار بیا بیا و سلام و سرمیت هزار تا بلا مل سر شانس آوردیم که دماغ عمله میکرم اونجا بگرم من تا حالا دماغ عمله کردم مثلا چون مثل لیپوماتیک چربی رو میکشن درسته؟ بله. بعد مثلا همون موقع لاغر میشه همون موقع لاغر میشه ولی تا دو ماه حدودا ورم داری بعدش همون موقع یه لاغر شدی ولی چون که خیلی خوب آسیب دیدی تو عمل ورم داری بعد دو ماه آره همون موقع اگه بخوری دار نمیکرد چرا؟ من رژیم و ورزش ادامه بدیم اگه ول کنی برمیگرده و یه مشکلی که هست دیگه اون ناحیه در نمیاد از نواحی دیگه مثلا یوهایی بله کم شد مثلا یوهایی بازو آدم گنده میشه یوهایی مثلا پای آدم گنده میشه دلت بزرگ باشه سمت آره ولی هر کی میخواد به نظر من خب اینا رو بگیم پر هر کی میخواد هر عملی انجام بده انجام بده لذتشو ببره آره ولی با تحقیق دکتر خوب جای خوب کار خوب این همه چه عوارض عوارضم خیلی داره من مدت ها حالم بد بود هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی خیلی به فشار اومد دیپلماتی آره همین دقیقه گفتین دستگاه رو بردار بیا من فقط سر کلکل نامزد بودیم من 30 روز قبل از عروسیم یک ماه قبل از عروسیم من روز عروسیم گریه میکردم از درد میدونم خیلی درد داره آره آها دوندون میشه بدنه نه ما این چیز بسته که به دکترم دار آها دستگاه بسته دستگاه هم دار دستگاه دکتر بس سولاریوم هم میکردیم آره من یه مدتی پلنگ بودم ولی اینجوری من نگرم که همه کار کردم این از سولاریوم سرطانزاست درسته؟ کلن آفتابم سرطانزاست هر چیزی آدم به حدش اندازش استفاده کنه و مراقبتش هم داشته باشه آدرس پیج اینستاگرام خانم دکتر سبا رو مثلا از سولاریوم اینه که شما تو مکتب تو سولاریوم داشتین یا نه کلینیک بیمارستان سولاریوم نداره که نه من میرفتم سولاریوم آرایشگاه سولاریوم دارن یا اصلا سالن های سولاریوم مخصوص سولاریوم همون نور اشعه صفر بر آبیه آره اشارت انجام دادی میدونی من نمیدونستم چرا؟ همه جا خب عکسش میدونم چون که وقتی شما میره آفتاب بگیری روز اول خیلی میسوزی ما همیشه مثلا ایران که بودیم اینجا که سولاریوم نداره مثلا 5 جلسه میرفتیم سولاریوم یه ذره بدنمون آماده شه بعد میرفتیم آفتاب میگرفتیم که دیگه اذیت نشیم آفتاب هم سرطان زاید درست تو کشوری مثل لندن که آفتابار سولاریوم گزینه خوبی خود من میگم همه هر کاری که دوست دارن باید انجام بدن همه هر کاری که بکنید بکنید فقط به خودتون آسیب نزنید پیج سبا سابسکرایب کنید چنل سبا سرچ کنید سبا شریعتی پیداش میکنید آدم به خودش هم میخواد آسیب بزنه بزنه آدم به کسی آسیب نزنه اگر میخواد آدم تتو کنه اون روز نیلوفر خوب هست تتو انجام نکرد نه میخواد آدم تتو کنه پرسینگ کنه عمل کنه دماغ عمل کنه ژل تزریق کنه زیاده روی نکنه سلامتشو به خطر نندازه ولی هر کاری آدم دوست داره باید بکنه من خودم از مدرسه هم تموم نشده بود از 17 سالگی موامو رنگ کردم همه گفتم وای موات فلان میشه موات بیستان میشه بعد مثلا من آره مثلا من ژل تزریق کردم چونم رو زدم لبم رو زدم الان دیگه رفته
البته یه مقدارش مونده. نه اون موقع این زنی اصلا معلوم نبود من نشون دادیم. آره عکسش هست چون من طبیعی اصلا معلوم نبود. معلوم شه. بعد دیدم که هر چیزی یه سنی داره. همسر تو براتون زد بگیم. آره امیر برای. چقدر شما آدم وال چی میگن آدم تورفته. آخه من سنی هم تو بگه همسر تو دکتره تزریق میکنه. تصریح چیه؟ آره آدم تو رفته به این متوازه تو رفته امو چی شده؟ هیچی میخواستم یه سوالی ازش بپرسم کی میاد بیرون؟ میتونی هم نه از تو نمیخوام بپرسم تو نمیدونی فقط خالم میدونه تو بدونم بگو نمیپرسم برو هر وقت مامان تو من زن بزن من اصلا به تو کاری ندارم نارم موقع جمع مهم نیست سعی میزنم به خط مامانت کی؟ کجایی؟ من خونه دوستم آبروت رفت دوستت کیه؟ دوست نه هزار تو نمیشن علی عرفان رو میشناسی؟ ای؟ علی عرفان دوتا داداش دوباره را دوستم مانشون اومدن آره مامانشون آره خونه علی عرفان آره تو فضل همه گل از مامانت اومد زنگ بزن وقتمو نگیر وقت ندارم باهات صحبت کنم. مامانم چیکار داری؟ نگی جواب نمیدی. یه سوال میخوام ازش بپرسم. سوالو بگو من شب بدونم. سوال شخصیه. خب وقتی شخصیه تو گوشی خودت زنگ بزن. برو یه دقیقه تمام کنم بزن کارش داره. سوالتو بگو. تو هم اونجا وای میسی میشتوی دیگه نمیخوام به تو بگم. اسپویل میشه. برو مامان طرف بزن. در نه مال تو هم سن همیم اون هشت من بزرگتره بعد مثل خواهر میمونیم با هم دیگه همه شه من فش میدیم و اون که الان فش بدبن بهتون نه میدونه بیرونم چون اول پرسید اگه خونه بودم بعد اول میپرسه کجایی کی بغلته رفت بعد پرسه امیر هست چی شد بزارم برادم خونه کی من میگم میشه زید خود دوستام هم وقتی میگه آره دوستا الان 2000 3000 نفر پشت دارن. خود تو استودیو آزادی